5 سال از عرضه اولین گوشی سری نوت سامسونگ می‌گذرد. صفحه نمایش بزرگ، سخت افزار قدرتمند و قلمی برای یادداشت برداری از برتری‌های این سری در مقایسه با سایر گوشی‌ها بوده است. حالا دیگر صفحه نمایش بزرگ به سخت افزار قدرتمند در بسیاری از گوشی‌های اندرویدی دیده می‌شوند. سامسونگ در پنجمین گوشی از سری نوت خود که گلکسی نوت 5 نام دارد، تمرکز خود را به طراحی مجدد قلم، افزایش کارایان و هماهنگی بهترش با نرم افزار، همچنین تغییر طراحی ظاهری و دوربین معطوف کرده است. نوت 5 با اندیشه رقابت با رقبای بزرگی مثل آیفون 6 پلاس و همچنین موتو ایکس پیور، مای نوت و وان پلاس 2 روانه بازار شده است. با توجه به روند کند پیشرفت گوشی‌ها و ضعف‌هایی که شرکت سازنده در راه تولید با آنها مواجهند، گوشی نوت 5 هم با بهبودهای جزئی به بازار عرضه شده است. با در نظر گرفتن اینکه سامسونگ پیش قدم طراحی این سبک از گوشی هاست، باید دید هنوز هم میتوان طرفداران قبلیش را مجذوب خود کند یا خیر. طراحی و ساخت. بعد از سری گلکسی S6 در نوت 5 هم از شیشه و فلز برای طراحی و ساخت استفاده شده است. ظاهری چشم نواز و براق از نخستین ویژگی های پنجمین گوشی سری نوت سامسونگ است. سامسونگ امکان تعویض باتری را قربانی طراحی یک پارچه کرده است. البته این بدنه تمام فلزی ضخامت 7.6 میلیمتری و وزنی نزدیک به 171 گرم دارد. سامسونگ با کم کردن فاصله نمایشگر از لبه های چپ و راست گوشی، نه تنها در دست گرفته نوت 5 را ساده تر کرده، بلکه از ابعاد گوشی هم تا حدی قابل توجهی کاسته است. استعداد بالای جذب عرق و اثر انگشت در بدنه گوشی بسیار آزاردهنده است. نوارهای پلاستیکی بهبود کیفیت آنتن دهی روی قاب فلزی دور گوشی قرار دارند. روی لبه بالای گوشی میکروفون دوم حذف صداهای مزاحم مکالمه و درگاه سیم کارت مشاهده میشوند. کلیدهای کنترل صدا روی لبه سمت چپ و کلید روشن خاموش روی لبه راستی گوشی قرار گرفتند. سامسونگ میکروفون اصلی، پورت میکرو USB، جک 3.5 میلیمتری صدا و همچنین محل قرارگیری قلم را روی لبه پایینی گوشی قرار داده است. قاب پشتی سافت و صیقلی است و لایه‌ای از محافظ‌های ناماشنای گوریلا گلس آن را پوشانده است. لبه‌های راست و چپ قاب پشتی نوت 5 قوس خفیفی دارند. این قوس خفیف بی ارتباط با ساده‌تر شدن در دستگیری گوشی و کنترلش با یک دست نیست. لنز دوربین نوت 5 مثل گلکسی S6 از قاب پشتی گوشی بیرون زده. این بیرون زدگی زیاد آزاردهنده نیست و مانعی برای قرارگیری ثابت گوشی روی سطوح صاف نیست. علاوه بر دوربین اصلی، فلش دوربین هم روی قاب پشتی مشاهده می شود. اما قاب جلویی گوشی نمایشگر 5.7 اینچی نوت 5 را روی خود جای داده است. زیر نمایشگر کلیدهای سنتی سامسونگ، یعنی دو کلید لمسی مدیریت برنامه‌ها و بازگشت که در دو طرف کلید فیزیکی خانه که در این گوشی حسگر اثر انگوش رو هم در خود دارد قرار دارند. بالای نمایشگر هم دوربین سلفی، اسپیکر مکالمه، حسگرهای نور و مجاورت از چپ و راست قابل مشاهده هستند. با در نظر گرفتن تمامی این موارد میتوان گفت که طراحی کم نظیر سامسونگ در پنجمین نوت بدون در نظر گرفتن استعداد جذب اثر انگشت تحسین برانگیز است. صفحه نمایش. نمایشگری 5.7 اینچی از نوع OLED و فناوری سوپر AMOLED با رزولوشن 2560 در 1440 و تراکم 518 پیکسل بر هر اینچ برای نوت 5 در نظر گرفته شده است. در این نمایشگر سامسونگ با استفاده از چینش دایموند پنتایل و به کارگیری روشنایی بیشتر آن را به بهترین نمایشگر موجود گوشی‌های همراه که تاکنون شاهدش بودیم تبدیل کرده است. نقص روشنایی پنل‌های OLED هم با بالا بردن روشنایی این نمایشگر تا حد قابل توجهی حل شده است. با این توضیحات باید خیالتان از خانایی نمایشگر زیر نور خورشید راحت باشد. زوایای دید در نمایشگر نوت 5 هم عالی به نظر می‌رسد. سخت افزار، سیستم عامل و کارایی. اندروید لالیپاپ 64 بیتی نسخه 5.1.1 و همراه تاچ ویزی که ظاهر تکراریش برای کاربران گوشی‌های سامسونگ عادی شده، برای نوت 5 در نظر گرفته شده است.
افزوده شدن چند امکان امنیتی جدید به تاچ ویز در مقایسه با نسخه‌های قبلیش یکی از بهترین اتفاقات ممکن برای نوت 5 به حساب می‌آید. جدا از این امکانات، امکان تعویض، دانلود و خرید ترم هم یکی از امکانات مفید جدید در تاچ ویز است. برنامه اس هلت هم که کامل‌تر شده و علاوه بر سنجش ضربان قلب، قسمت‌هایی برای سنجش میزان استرس، سنجش وضعیت خواب، میزان قند و فشار خون هم به آن اضافه شده است. سامسونگ برای این گوشی همان تراشه اگزینوس 7420 که در سری S6 شاهدش بودیم را در نظر گرفته است. تراشه 64 بیتی که 4 هسته پردازنده کورتکس A53 با قدرت پردازش 1.5 گیگاهرتز و 4 هسته کورتکس A57 با قدرت پردازش 2.1 گیگاهرتز به همراه پردازنده گرافیکی پرقدرت مالی T760 MP8 با قدرت پردازش 770 مگاهرتز را روی خود دارد. مصرف پایین انرژی یکی از ویژگی‌های بارز این تراشه 14 نانومتری به حساب می‌آید. تفاوت نوت 5 در استفاده از 4 گیگابایت رم از نوع LPDDR4 با فرکانس 1552 مگاهرتز روی این تراشه است. این مجموعه سخت افزاری توانست نمره عالی 66610 را در آزمون آنتوتو کسب کند. نقطه اوج قدرت این سخت افزار در بخش آزمون پردازنده گرافیکی بود، جایی که از 60 فریم ورودی با رزولوشن 2K نوت 5 تمامی این 60 فریم را پردازش و به تصویر کشید. از امکانات محبوب گوشی های سری نوت استفاده از کارت حافظه جانبی بود که این امکان هم در نوت 5 حذف شده و سامسونگ این گوشی را در دو نسخه 32 و 64 گیگابایتی روانه بازار کرده است. باتری 3000 میلی‌آمپر ساعتی نوت 5 که در مقایسه با باتری 3220 میلی‌آمپری نوت 4 ظرفیت کمتری دارد، اما می‌تواند انرژی لازم برای 3 روز استفاده معمولی از نوت 5 را تأمین کند. امکان شارژ بی سیم هم برای نوت 5 در نظر گرفته شده که در کنار کارایی احساس لوکس بودن را هم به کاربر القا می‌کند. دوربین. دوربین اصلی نوت 5 مجهز به لنز IMX240 سونی از نوع سیموس با دریچه دیافراگم F1.9 شده است. سایز این سنسور 0.27 اینچ، طول فوکوس 4.35 میلیمتر و ISO آن بین 50 تا 3200 قابل تغییر است. این دوربین تصاویری با رزولوشن 5312 در 2988 پیکسل را ثبت می‌کند که هر پیکسل از این تصاویر 1.12 میکرومتر اندازه دارند. سامسونگ در کنار این دوربین فلشی از نوع LED استفاده کرده که میتواند نور لازم برای محیط‌های کم نور را تأمین کند. رابط کاربری دوربین ساده است. حالت‌های اتوماتیک، پیشرفته، پانوراما، فوکوس انتخابی و ارسال زنده تصویر در شبکه یوتیوب در منو قابل انتخاب هستند. حالت پیشرفته بسیار کارآمد به نظر می‌رسد. در این حالت می‌توانید تنظیمات مربوط به اشباع رنگ، فوکوس دستی، طراز سفیدی، مقدار ISO و سرعت شاتر را کنترل کنید. ثبت تصویر در نوت 5 در هر شرایط با سرعت بالایی همراه است. همچنین تصاویر ثبت شده توسط نوت 5 به لطف دوربینش از رنگ، کنتراست و کیفیت کم نظیری برخوردارند. حتی تصاویری که در نور کم هم ثبت می‌شوند، کیفیت قابل قبولی دارند. ضبط ویدیوهای 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه و صدای استریو از دیگر قابلیت‌های این دوربین هستند. فناوری لرزشگیر اپتیکال هم برای ضبط ویدیو در این دوربین وجود دارد. دوربین سلفی نوت 5 هم سنسوری 5.1 مگاپیکسلی دارد. سنسور این دوربین دریچه دیافراگم F1.9 دارد. ثبت تصاویر سلفی با تپ روی حسگر سنجش ضربان قلب، ثبت سلفی واید و همچنین پخش زنده ویدیو روی شبکه یوتیوب از امکانات این دوربین هستند. وجه تمایز. حسگر اثر انگشت نوت 5 در مقایسه با سری S6 هوشمندتر شده و سریع‌تر عکس‌العمل نشان می‌دهد و دقت بیشتری هم دارد. این حسگر می‌تواند در کسری از ثانیه انگشت شما را شناسایی و قفل گوشیتان را باز کند. در عوض نمی‌توان بیش از 4 اثر انگشت را برای استفاده از حسگر نوت 5 تعریف کرد.
قلم معروف سری نوت برای این گوشی از نو طراحی شده است. این قلم که از پلی‌کربنات ساخته شده در مقایسه با قلم نوت 4 سبک‌تر و جمع و جورتر شده است. سبک بودن این قلم می‌تواند به نوشتن ساده‌تر با آن کمک کند. همچنین این قلم با فشار کوچکی و به صورت کلیکی از محل قرارگیریش روی لبه پایینی گوشی بیرون می‌زند. امکان یادداشت برداری هنگامی که نمایشگر خاموش است و نمایش آیکون ایر کامند در تمامی صفحات و برنامه‌ها از قابلیت‌های جدید تاچ فریز برای استفاده از این قلم هستند. جمع‌بندی سامسونگ گلکسی نوت 5 را می‌توان یکی از بهترین اندرویدهای حال حاضر بازار دانست. این گوشی در عین لوکس بودن به سخت افزار قدرتمندی هم مجهز شده است. البته سخت افزار این گوشی که قبلا در سری گلکسی S6 استفاده شده و یک سال از عمرش می‌گذرد برای کسی تازگی ندارد. همچنین قلم که ماهیت سری نوت به حساب می‌آید این بار به بهترین شکل از نوت طراحی شده است. در کنار این قابلیت‌ها نمایشگر چشم نواز، دوربین کم نظیر و باتری 3000 میلی آمپر ساعتی که می‌تواند پاسخگوی تامین انرژی نوت 5 تا 3 روز باشد هم مهر تاییدی به برتری این گوشی در مقایسه با رقبا است. اما حذف امکان استفاده از کارت حافظه جانبی را می‌توان بزرگترین ایراد نوت 5 دانست. با کنار هم قرار دادن مزایا و معایب این گوشی و چشم پوشی از ایرادات جزئی‌اش، یک گوشی همه کاره را در جیب خود خواهید داشت. اما اگر قصد به روزرسانی از نوت 4 به نسل جدید را دارید، نمایشگر، دوربین و امکاناتی مشابه در نوت 4 وجود دارند و با خرید نوت 5 عملاً امکان استفاده از کارت حافظه جانبی و تعویض باتری را از دست می‌دهید و در عوض فقط حسگر اثر انگشت و سخت افزار بهتری را در اختیار می‌گیرید.